هشدار منصور به حکومت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلیبرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. و نقل صفحه رسمی سیام نایاب. هشدار منصور به حکومت. علیه طالبان مقاومت می کنیم، اما با حکومت هم تصفیه حساب داریم. اشرف غنی، کرزی، محب باید بدانند. در حالی که مقاومت در برابر طالبان را فرض می دانیم، با حکومت هم تصفیه حساب داریم. ما مقاومت با اصلاحات می خواهیم. بحث هویت، بحث تقسیم قدرت و بحث انتخاباتی شدن والی ها از یاد ما نرفته است. در عین حال و نقل صفحه رسمی 8 صبح، طالبان و استراتژی زمین سوخته. زمین سوخته یک استراتژی نظامی جنگی است که در جنگ جهانی دوم تئوری پردازی و در موارد به کار گرفته شد. این استراتژی تاکید می کند که تمام منابع، امکانات و داشته های مادی و معنوی دشمن را تخریب و از زمینه های هرچه بیشتر خشونت را باید فراهم کرد. کوچ اجباری، تخریب اماکن عمومی و تأسیسات عامل منفع و ترورهای مبهم برای ایجاد ترس از مؤلفه های اساسی این استراتژی است. برای همین ابوبکر ناجی، مدیر توحش و ایجاد ترس دوامدار و خشونت های گسترده را یکی از اولویت های گروه های تروریستی برای بعد از گرفتن اذهان عامه می داند. روی کرده که با دشمن فشار نظامی و روانی گسترده وارد می کند. زمانی که طالبان در دهه 90 میلادی سطره نظامی سیاسی خود را در بخش های از افغانستان گستراندند، از استراتژی زمین سوخته در کابل و قسمت های از شمال کشور استفاده کردند تا از یک سو منابع، امکانات و داشته های مادی، معنوی مخالفان خود را تخریب کنند و از دیگر سو تخم ترس و وحشت را در دل مردم بکارند تا کسی یاری مقاومت و شمشیر زدن در برابر آنها را نداشته باشد. استراتژی که به نظر می رسد استخبارات پاکستان و گردانندگان جنگ افغانستان آن را برای جنگ جویان طالبان آموزش داده اند تا جلو مقاومت مردمی را بگیرند و امکانات دولت اسلامی مجاهدین را در کابل تخریب کنند. با آتش کشیدن پاکستان های شمالی و تخریب هزاران هکتار زمین و تأسیسات عامه از مصادیق سیاست زمین سوخته توسط طالبان است که در دو دهه پیش به اجرا گذاشته شد. این بار اما با قدرت گیری ایدئولوژی سیاه و افرادگرایی و میدان دادن های سیاسی دیپلماسی در سطح جهانی و منطقه‌ای به طالبان به نظر می رسد که یک بار دیگر طراحان جنگ این گروه بر آن هستند که استراتژی زمین سوخته و مدیریت توحش را پیاده کنند. استراتژی که بسیار ویرانگر و بنیان برافکن است و می تواند زیر ساخت هایی را که در دو دهه گذشته با همکاری جهان و همت شهروندان افغانستان ساخته شده است ویران کند. عملی که هیچ توجیه اسلامی و قانونی و نظامی ندارد و پیامبر اسلام در مباحث اخلاقی نظامی آن را یکی از اعمال زشت و غیر اسلامی تعریف کرده و همواره به مسلمان تاکید ورزیده است که در جنگ ها دست به ویرانی نزنند و مکان های عمومی را تخریب نکنند. در 3 ماه اخیر که خشونت ها اوج گرفته است، جنگ جویان طالبان به هر منطقه گرفتند، مکان های عمومی را ویران کردند، جنگلات و زمین های زراعتی را به آتش کشیدند و ساختمان ها و شاهراه را تخریب کردند. حتی در موارد این گروه به کوچ اجباری نیز متوسل شدند. نمونه برجسته آن کوچ اجباری بدخشانیان ساکن در ولایت کندز و به آتش کشیدن خانه ها و دارای آنها است. از سوی دیگر بخش های بزرگی از هسته نظامی و جنگ طالبان را جنگجویان خارجی بی سرزمین تشکیل می دهند. جنگجویانی که به جهادگران بی سرزمین مشهور هستند و به هیچ سرزمین و مکانی تعلق خاطر ندارند. به صورت عمومی سیاست زمین سوخته از طرف جنرالان با تجربه استخباراتی پاکستان مدیریت و توسط جنگجویان طالبان به اجرا گذاشته می شود. این جنرالان در ساختار نظامی طالبان به نام شیخ ها مشهور هستند که قدرت بی حد و هست در مناطق روستایی دارند. به عنوان نمونه سال گذشته منابع محلی ولایت جوزجان ادعا کردند که یکی از این شیخ ها جنگجویان محلی بومی را تهدید کرده که چرا هیچ جاده و پلچکی در ساحه او ویران نشده و چرا مکان های عمومی تخریب نشده است. بعد از حضور او بود که حتی شبکه های مخابراتی برای مدتی تعطیل شد و ماین گذاری ها و ترور های هدفمند در شمال افزایش یافت. نام اصلی آن جنرال پاکستانی شیخ متی الله بود و پیوسته از ولایت های شمالی دیدار می کرد.
بنابراین سیاست زمین سوخته توسط پاکستانی ها تیوریزه و توسط جنگجویان بومی و جهادگران بی سرزمین و اجرا گذاشته می شود. این سیاست زیر ساخت های محلی و اقدامات توسعه روستایی در افغانستان را تخریب می کند و این کشور را به عقب می برد. در دو دهه گذشته هرچند اندک، اما توسعه روستایی و ساخت و ساز مناطق عامه، مکتب ها، تأسیسات عام المنفع و صدها موارد دیگر جریان داشته است که طالبان بخشی از آنها را ویران کرده اند. مزیت بر این روزها فصل جمع‌آوری محصولات زراعی در افغانستان است و گسترش خشونت ها و حملات بی وقفه طالبان محصولات مردم را نابود می کند و اقتصاد کشور را در شرایط سخت تر از گذشته قرار می دهد. تخریب زیرساخت ها و تأسیسات عام المنفع بزرگترین زیان را به ساختار محلی روستاییان و در دراز مدت به اقتصاد مردم افغانستان وارد می کند. استراتژی زمین سوخته در جنگ جهانی دوم تئوریزه شده و مورد استفاده قرار گرفت. در ادبیات و قوانین امنیت بین‌المللی این کار شیوه جنایت جنگی است و باید عاملان آن را مورد بازپرس قرار داده شود و بای آنها را در دادگاه های بین‌المللی کشانده شود. در قوانین اسلامی نیز تخریب اماکن عمومی و ایجاد وحشت جرم است و بارها پیامبر اسلام تاکید کرده که در نبردها اخلاقیات اسلامی و نباید عرفی و محلی رعایت شود. اما سیاست و زمین سوخته و مجریان و استراتژیست های این روی کرد به هیچ اصول و قانون پابند نیستند و همواره دست به تخریب و خشونت بیرونی زده اند. سیاست زمین سوخته نشان می دهد که طالبان هیچ برنامه سیاسی اقتصادی برای آینده افغانستان ندارند و جز خدمت به سیاست خارجی یک کشور بیگانه دشمن معنای دیگری نمی تواند برای عمل کرده این گروه پیدا کرد. تنها دشمنان افغانستان از بیرونی این کشور فروریزی ساختارهای نظامی اقتصادی و سیاست آن سود می‌برند. هند کارمندان کنسولگری خود را در قندهار به صورت موقت خارج کرد. 8 صبح کابل. به دنبال حمله طالبان به شهر قندهار، وزارت امور خارجه هند تاکید کرد که کارمندان کنسولگری خود را در ولایت قندهار به گونه موقت از این شهر خارج کرده است. آرین دام باغچی، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، روز شنبه 20 سرطان با نشر اعلامیه گفته است که به خاطر افزایش نبردها در نزدیکی شهر قندهار، این کشور کارمندان کنسولگریش را از این شهر به گونه موقت بیرون کرده است. سخنگوی وزارت خارجه هند تاکید کرده است که کنسولگری این کشور در قندهار بسته نشده است و اقداماتی که نیز روی دست گرفته شده موقتی است. آرین دام باغچی تصریح کرده است که هند وضعیت امنیتی در حال تحول افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد. او افزوده است که کنسولگری هند در قندهار به طور موقت توسط کارمندان محلی اداره می شود. وزارت خارجه هند بیشتر گفته بود که وضعیت امنیتی در افغانستان ارتباط مستقیم با امنیت منطقه دارد و از این رو خشونت ها در این کشور باید متوقف شود. گروه طالبان روز جمعه به شهر قندهار حمله کرد، اما از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.